مسلمان توپ از دست داد، روز به شاه علی دوست، همچنان خودش توپ رو از او گرفتن. مسلمان یه پاس رو به جلوی دیگه، سامان صفا هم از دروازه خارج میشه، اشتباه، دروازه خالیست، اولادی میتونه گل زنی بکنه و گل هم میزنه. ملوان یک، پاس صفر، مهداد اولادی در 52 دقیقه بازی روی اشتباه صفا و مدافع تیم پاس. گل سوشی اولادی هم بسیار جالب بود، اینجا مسلمان این پاس رو داد و حرکت کرد به سمت دروازه حیدری و اشتباه صفا، تو به بدن کلونیجا خورد و دروازه خالی و راحت ترین کار ممکن و تک گل ملوانی ها که به ثمر رسید. مهداد اولادی اینگونه دروازه خالی رو باز میکنه تا ملوان یکیچ جلو بیفته و دو سه تا مشتک هم بزنه و نشون بده که ژیمناست خوبی هم. یدگاریان، کلونیجا اشتباه میکنه، عجب مدافع پر اشتباهیه کلونیجا. حرکت از نصحتی، حرکت میکنه خودش با پای چپ به سمت دروازه، میتونه دروازه باز بشه، باز هم میشه و گل، و گل مهداد اولادی، گل دوم خودش و تیمش و بازی رو میزنه. ملوان دو، پاس همه به یک باره ایستاد. بالاتون بفرمایید اینجا باز هم مسلمان پای ریزی کرد، اینجا این پاس رو داد به پژمان، او تک ضرب این پاس رو داد به نصحتی، نصحتی گوشه محوطه جریمه در از حرکت کرد، با پای چپ توپ رو به سمت دروازه فرستاد، توپ به پای یکی از بازیکنان پاس گرفت و اصلا نمیتونه آفساید بشه. حالا آقای جهانی احتمالا در پایان مسابقه صحبت خواهند کرد. ببینید اگر به پای بازیکن پاس خورده باشه که فکر میکنم برخورد کرده، اون تصویر قبلی ما نشون میده این مسئله رو، نمیتونه آفساید باشه و گل دوم به توپ نرسید. نوری، توپش به نصحتی میرسه، مسلمان هست سمت راست حرکت میکنه، حالا محسن مسلمان بازیکن چپ پای تیم ملوان در از حرکت میکنه، در موقعیت شوزنی هم قرار میگیره، خود مسلمان به سمت دروازه و توی دروازه. بازی زیبای خودش رو مسلمان با این گل تکمیل میکنه، دو پاس گل و اینجا هم گل سوم ملوان رو زد. ملوان 3-0، 81 دقیقه بازی، 3 گل رو بخوره. نصحتی رو ببینید اینجا وقتی که دید از سمت راست حرکت کرد، پاس رو داد به مسلمان، مسلمان چپ پاس دیگه، کاملا مشخص بود که توپ رو پای چپش میاره، دو سه بازیکن رو در پیش رو داشت، در عرض اونقدر حرکت کرد تا این موقعیت رو به دست آورد و در جهت مخالف توپ رو وارد دروازه کرد. ملوان 3-0، 3 امتیاز شیرین و 3 گل زیبا